سلام، من نیما هستم و اینجا نیمانیا تیویه. ماجرا چیه؟ یک خبر خیلی داغی دیشب منتشر شد که به نظر میرسید اسناد و مدارک هم براش تدارک دیده شده. خبر جعلی کشته شدن عطاالله مهاجرانی در لندن. عطاالله مهاجرانی کیه؟ نویسنده کتابی درباره سلمان رشدی، مقیم انگلستان، وزیر سابق ارشاد، معاون اسبق وزارت ریاست جمهوری در پارلمان و نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و و و و. اما مهاجرانی و همسرش جمیله کدیور چند سالیه، حداقل 10 سال شاید بیشتر، که از ایران رفتن و در لندن ساکنند و عده‌ای معتقدن که اون باید به ایران برگرده و مخالفای خیلی زیادی هم داره به خاطر برخی از مواضعی که گرفته. اما خبری که در واقع به عنوان فیک نیوز منتشر شد در رابطه با قتل او، اعلام می‌کرد که اعراب، رسانه‌های عربی اعلام کردن از جمله از شرق، که او به دست ادعی با چاقو و ضربات چاقو به قتل رسیده. خبر قابل حدس بود که جعلیه. چرا؟ براتون توضیح میدم. اول اینکه خبر از یک ویدئویی از بی بی سی نقل میشد که اخبار داره میگه بی بی سی خیلی راحت، و خبر فوری زیرش این ویدئویی که داشت نشون داده میشد فونتش با فونت بی بی سی عیناً یکی نبود، از جمله این ترانسمیشن ها و این حرکت هایی که خبر فوری داره با خبر فوری هایی که بی بی سی میزنه فرق میکرد. دومی مورد این که اشغال اوسط باید مینوشت قاعدتا، که احتمالش بیشتره به این چیزا توجه کنه رسانه لبنانی، اما نوشته بودن الشرق. سوم این که بی بی سی معمولا خبرهای اینجور رو خیلی سریع اعلام نمیکنه و سابقه مخصوصا در رابطه با عطاالله مهاجرانی اینه که قبلا هم وقتی دربارش اتهاماتی مطرح شده بود، بعد از چند روز اعلام کرد که بعد از ماه رمضان خبر میدیم و بعد هم خبری منتشر نکرد در رابطه با اتهامات دکل نفتی و این چیزا بود. در نتیجه انتخاب رسانه بی بی سی هم برای این خبری مقداری مشکوک بود. مسئله سوم این که در چهارم این که در کل سوشال مدیاهای بی بی سی و حالا شبکه‌های دیگه لندنی هم هیچ اثری از این موضوع نبود، تا اینکه خود مهاجرانی پیدا شد و سریع خبر زد که من هستم و سالمم و مشکلی هم برام پیش نیومده. بعد از یه مدت کوتاهی هم عکسی از خودش منتشر کرد تا بگه که من هستم، خودم هستم و زنده هستم. به نظر میرسه یک جریان فیک، تولید فیک خبر تونست این مدت دیشب خودش رو آزمایش کنه، شاید اگه با دید توطئه‌گرانه ببینیم قضیه رو، و روند انتشار خبر رو در واقع برای خودش ترسیم کنه. نکته جالب و البته تأسف بار تعداد افرادیه که این خبر رو باور کردن و تعداد افراد سرشناسیه که اگرچه خبر رو به طور قطعی اعلام نکردن اما درگیر اون شدن و توییت های در این زمینه کردن، که خب این نشون میده کیا قابل اعتمادن به لحاظ اطلاع رسانی و کیا قابل اعتماد نیستن. هر کسی که این خبر رو منتشر کرده غیر قابل اعتماده به نظر من، اما اونا که منتشر نکردن هم ممکنه خواب بودن، ممکنه وقت نکردن، ممکنه توجهشون کم بوده، به معنی معتبر بودن دیگران نیست. به نظرم کم کم میتونیم با بررسی خبرها به این شکل بتونیم یک پارامترهایی دست پیدا کنیم که سواد رسانه‌ایمون رو ببریم بالا و بتونیم اخبار رو درست‌تر و دقیق‌تر پیگیری کنیم. نظر شما چیه؟ از کدوم دسته این خبر رو باور کرده بودید یا باور نکرده بودید؟ مرسی از شما از اینکه نیمانیا تیوی رو سابسکرایب میکنید، تیک زنگوله اون رو هم میزنید و در این روز جمعه با من وقت گذاشتید. مرسی از شما، تا ویدئوی بعد، خداحافظ. این ویدئو اما اگه بیشتر از 10-12 تا لایک بگیره، من میام و براتون اطلاعات بیشتری درباره تهیه خبر فیک منتشر میکنم. مرسی، خدا نگهدار.